پرسش 21 When may you reverse from a side road into a main road میگه که شما کی ممکنه که از در بیاید از یک فرعی به یک اصلی کی ممکنه که ما, ما بتونیم مثلا از فرعی به اصلی دند واردشیم only if both roads are clear of traffic فقط اگر که دو تا راهمون clear of traffic باشه یعنی ماشین توش نباشه رفت آمدی توش نباشه خالی باشه اون وقت میتونیم کار انجام بدیم از any time uh, when may you میگه که هر زمان هر وقت هست فرق نمیکنه کی میتونیم در نقه بریم at any time هر زمان این کی کی میتونیم not at any time در هیچ شرایطی در هیچ زمانی شما نمیتونیم کار انجام بدید این یکی میگه only if the main road is clear of traffic فقط اگر اون خیابون اصلیه اون کلیر باشه یعنی ماشینی توش نباشه اون وقت میتونید کار انجام بدید گفتیم اصلی به فرعی uh, میشه دندقه میشه رفت ولی فرعی به اصلی from a side to a main road نه از فرعی به اصلی نمیشه دندقه رفت پس not at any time در هیچ شرایطی نمیشه این کار رو انجام داد چک میکنم این هم درسته میریم بعدی you want to turn right at a box junction میخواید توی یه دونه از این تا چیز باکس جانکشن اونایی هست که اینجوری ضرب در یه ضرب با عکس بهتون نشونش بدم اوکی این یه نمونه باکس جانکشنه این ضرب در رو بهش میگیم اوکی حالا پرسش چیه میگه که you want to turn right at the box junction چون میخواید توی یه دونه از این ها بهش رسیدید حالا میخواید سمت راست بپیچید the upcoming traffic oncoming traffic There oncoming traffic. شما میخواید سمت راست بپیچید بعد از اون طرف ماشین میاد. Okay. What should you do? شما باید چی کار کنید؟ Okay. Wait in the box junction if your exit is clear. توی همون باکس بمونید اگر که مسیر جلوتون کلیره یعنی میتونید مسیر جلویی ماشین توش نیست. میگه drive on. ادامه بدید رانندگی کنید برید یو can ترن right ات ا باکس جانکشن شما توی باکس جانکشن که نمیتونید سمت راست بپیچید پس برید بلش کنید اینا کلا داره مهمل میگه چی بود همون در اون میگه مگه میشه من تو جانکشن ما میتونیم جانکشن دیگه تقاطع چپ و, راس و راست رو مستقیم و همه رو داریم پس این برای خودش حفظت بخیاد این که wait for Uh, wait before the junction until it's clear of all traffic پیش از جانکشن پیش از اون باکس یعنی وارد باکس نشید پیش از اون بیستید تا اون رفت آمده ها کلیر شه بعد برید این یکی میگه drive slowly into the box junction میگه که ره هواش هواش وارد اون باکس uh, جانکشن بشید uh, همین که اکسشو دیدیم when signaled by oncoming traffic وقتی که اونایی که دارن میان بهتون علامت میدن که بیا بیا انگار مثلا اونا علافن که مثلا به ما سیگنال بدن مثلا ما وایسیم با اونا به ما اون سیگنال بدن اوکی اما شرط رو بیایم به هم بررسی کنیم شرط این شکلیه اینجا ما توی باکس هستیم اوکی توی این باکس این باکس جلو مونه مثلا فرض کنیم ما این ماشین سبز هستیم ما میتونیم از این طرف ماشین ها اینا چرا سبز اینو دارن میان اوکی نمیذارن ما رد شیم اون سمتی بریم همینجوری میاد ما رد تا پشت سرم ما میتونیم بیام این وسط نگه داریم چرا چون میخوایم سمت راست بریم و بعد اینجا کلیره یعنی کسی داخلش نیست ببینید اینجا چراغ سبز شده اوکی اما راننده فورد آبی حرکت نمیکنه نمیره چرا چون جلوتر میبینه که یه ماشینی ایستاده و اینجا این کلیر نیست اگه اینجا حرکت کنه بیاد این پشت بیسه پس اگه ما تو این جور شرایطی باشیم اگر ببینیم چرا سبزه نمیریم چون اگه بیام اینجا بیستیم و چراغ اینها سبز بشه اون ماشینی که میاد من جلوشو گرفتم اوکی okay. پس باید این پشت بیستم اما وقتی میخوام اگر ماشین سبز رو من سوار شده باشم میتونم اینجا بیام داخل چون که به من اینکه که اینها برن یا فاصله بینشون ایجاد بشه یا چراغشون قرمز بشه من میتونم مسیرم رو ادامه بدم و از اینجا رو کلیر کنم اینجا رو بذارم برای اونای دیگه برای اونای دیگه که قراره بیان ماشین دیگه پس از اینکه ماشین رو رفتم میتونم سمت راست بپیچم پس وارد باکس نمیشیم اگر جلومون بسته است Uh, اگه میخوایم سمت راست هم بپیچیم و اینجا بسته باشه باز دوباره ما باید چیکار کنیم باید همین پشت نگه داریم اما وقتی که اینجا خالی هست ما راحت میایم اینجا وامیستیم منتظر میمونیم اینا که رفتن ما هم میپیچیم سمت راست اوکی و حالا گزینه ما همینه wait in the box توی box wait سب میکنیم اینجا اوکی wait in the box junction if your exit is clear اگر که مسیر خروجتون کلیره یعنی کسی داخلش نیست چک میکنم میگه خودش پس بریم این بعدی مورد بعدی You are reversing your vehicle into a side road داری دندقه میری توی جاده فرعی اوکی حالا اینجا فرعی مشکل نیست ما میتونیم به فرعی رو دندقه میشه When would, you, uh, when would the greatest hazard to passing traffic occur؟ اون ماشینا که دارن رد میشن و میان کی براشون بیشترین خطر در واقع اتفاق میفته یعنی من دارم مثلا این جاده اصلی است اینم فرعی ای است اوکی من دارم اینجا دنده وارد این میشم حالا کی هستش که بیشترین خطر برای این ها که دارن میرن و میان برای اونها ایجاد میشه زمانی که وقتی من ماشینم رو بپیچم این روی ماشین میاد تو جاده اینکه وقتی که در نقم مثلا نیست وقتی روی ماشین اینجوری می چرخه میاد توی جاده بیشترین خطر برشون شما هست اصلا میگفتیم پوز ماشین میاد توی جاده آه. این پوز ماشین وقتی میاد اون جلو خطر بیشتری برای اون, اون دیگه داره بریم ببینیم کدوم یکی حالا میخواد اینو بگه پس یور ریورسینگ پرسش رو بگیریم یور ریورسینگ یور ویکل ویکل این تو ای وارد دارید دنده عقب ماشینتون رو میبرید توی یه دونه uh, ای ون e, would the greatest hazard تو passing traffic occur بیشترین خطر برای ماشین ها که دارن رفت آمدن که ایجاد میشه uh, after you have completed the maneuver. پس از اینکه که شما رفتید مانورتون رو کامل کردی رفتین تو جاده داده خودتون اون وقت براشون خطر ساز میشه مثلا چه خطری من رفتم دیگه After you have entered the side road. پس از اینکه وارد جاده فریه میشید پس از اون خطر شروع میشه برای ماشینا که میان میرن این هم که هیچی همونو داره میگه Just before you actually begin to maneuver یعنی اصلا پیش از اینکه شما شروع کنید به مانوف داده هم که بهش فکر میکنید خطر برای اونا ایجاد میشه اصلا پیش از اون خطر آغاز میشه نه هم که هیچی داره همون حرف رو میزنه و این یکی when the front of your vehicle swings out وقتی جلوی ماشین تو اینجوری سوینگ م... اینجوری میچرخه تاپ uh, میخوره به سمت بیرون آها بعضی وقتی ماشین جلوش تاپ میخوره میاد توی جاد که okay. همین یه دونه میتونه باشه چک میکنم این هم درسته بریم بعدی You're... where, where is the safest place to park your vehicle at night ماشین رو میخوایم شب پارک کنیم همترین اینجا کجاست ببینیم تو این چهارتا کدومی که امتره این گرج توی گاراش این کوایت کار پارک توی جا پارک توی کار پارک پارکینگ توی پارکینگ ساکت آن بیزی رود توی جاده شلوغ بلوغ نیر رد رود توی دونه رد رود رد رود اونجایی که ماشین هم با وسایلشون رو سوار رو پیاده میکنن اونجا مثلا نزدیک اون امنه خب کافی فقط بدونیم هر کدوم چی میگه از گاراژ همتران دیگه چی داریم وقتی که گاراژ باشه من نمیرم این جای دیگه پارک کنم اگه گاراژی باشه که چه بهتر همتر از گاراژ گاراژ دیگه اوکی okay, سو so, الان اینم هم همینو رو میخوام میخوام کدوم که همتره گاراژ چک میکنم درسته بعدی when may you stop on an urban clearway uh, میگه که کجا ممکنه که توی کلیری شهری کلیر وی اونیه که اتوبان نیست اما دورورش نمیشه پارک کرد نمیشه ماشین رو نگه داشت بعد اربن هم هست اربن که میگه یعنی شهریه یعنی یه نقطه شهریه جای پارک دور خیابون نیست کلیر وی یعنی شما باید ادامه بدید نه باید چیز کنید نه پارک کنید اونجاها اما کی ممکنه که اونجا استاپ توقف کنید تو سیت داون اند پیک اپ پسنجرز برای پیاده کردن و سوار کردن مسافر تو ask فور directions برای اینکه بپرسی بگی مثلا آدرس جایی رو مثلا بپرسید این مثلا کجاست آو بخشید بابا آها تو یوز ا موبایل فور موبایل تا اینکه از تلفنمون استفاده کنیم اوکی و تو لود اور unload گودز برای پیاده یا سوار کردن کالاها آها برای چیز نیست که مثلا تو ماشین ما پیادهش کنیم خالی کنیم اوکی خب این ها نیست برای این زمانی که میخوایم کسی رو پیاده کنیم و سوار کنیم یه لازم مثلا لازم هست که نگه داریم کسی سوار شه چون برها برای ماشین ایسکا وجود نداره مثل اتوبوس و اینها شهری هم هستش منطقه منطقه شهری هم هستش برای پیاده و سوار کردن آدم میتونیم یه لازم. توی کلیه نگه داریم چک میکنم درسته بریم بعدی میگه که یور looking for somewhere to park your vehicle میگه دارید نگاه میکنید یه جایی پیدا کنید ماشینتون رو تونو پارک کنید the area is full except for spaces mark disabled use میگه که نگاه میکنید میبینید که همه فضاها پره بجز یه چند فضاهایی که علامت گذاری شده disabled use مخصوص چیه؟ معلول معلولاست میگه که what can you do چیکار میتونید بکنید you can use these spaces uh, when elsewhere is full وقتی که جای دیگه پاره میتونید از این استفاده کنید نه این برای معلولاس و معنیش نیست که اگر خالی بود پارک کنید اوکی okay. you can use one of the spaces as long as one is kept free میگه که میتونید یکیشون استفاده کنید به شرط اینکه مثلا یکی هم خالی گذاشته باشید برای معلوله مثلا فقط اون شهر یه دونه معلول کلا داره you know? okay. اینا اوکی اینم پس پاسخ ما نمیشه you can park uh, in one of these spaces if you stay with your vehicle stay with آها uh -huh. بمونید تو ماشین اگر با میسید اشکال نداره برید اینجا پارک کنید بشین تو ماشین مثلا اگر تو ماشین میشینید اشکالی نداره میتونید تو این فضا وایسید uh, you can't park there نمیتونید اونجا پارک کنید unless you're permitted to do so مگر اینکه اجازه رو داشته باشید یعنی معلول باشیم آها یا کارتش رو داشته باشیم اون وقت شما میتونید اونجا پارک کنید پس فقط در شرایطی که پرمیتد یعنی allowed آها اگر به شما اجازه داده شده باشه به واسطه اینکه کارتش رو دارید بلو بنج دارید اینها اون وقت میتونید اونجا پارک کنید ولی غیر از دیگه از دیسیبل پارکینگ نباید استفاده کرد چک میکنم درسته بعدی Uh, این همون پرسشی که من روش تایم آوت شدم میگه این کارکتلی اینترنت هم خب بریم ببینیم حالا چی بودش uh, میگه که You're on a road that's, uh, that's only wide enough for one vehicle میگه که شما uh, توی یه دونه جاده ای دارید رانندگی میکنید که برای فقط یه ماشین جا داره اوکی okay. یعنی بند پهناش اونقدر نیست که دو تا ماشین بتونن کنار هم دیگه برن یه ماشین میتونه تو اون مسیر حرکت کنه پس you're on a road that's only wide enough for one vehicle یه ماشین میتونه تو اون رد شه a car is coming towards you یه ماشین داره میاد سمت شما what should you do شما باید چیکار کنید pull into the passing place on your right میگه که به سمت راست توی مثلا یه فضای مثلا یه جای بین دو تا ماشینی نمیدونم یا یه, تک... جای پسینگ یه جای اه... مثلا بین مثلا یکی مثلا بابت خورد جاده عقب رفته باشه ها فقط همین قدری که شما بتونیم بریم ماشینمون رو ببریم جاده بیاریم کنار آها حالا حالا فرض کنید این سمت راست جاده است ما بریم مثلا سمت راست اون سمت اونجا پارکش کنیم تا اون بیاد رشت pull onto to a passing place if your vehicle is wider میگه که اگر که ماشین شما پهند تره تو اون جاده کنجه اون کوشه که اون بیاد رد شه اگه شما ماشین شما پهند حالا بیا متر بیاریم بیاریم ببینیم کدومی که پنتره بعد این یکی میگه که force the other driver to reverse مجبورش کنید نقب بره غلط کرده مثلا یه همچین حالتی چیزی منطقی خب و این یکی پول on to پلیس passing place on your left. میگه که یه گوشه کنجی کروی پیچی چیزی که سمت چپتون هست اونجا برید تا اون بیاد رد شه اوکی خب ماشین های ما left hand یعنی uh, right ما باید توی سمت چپ رانندگی کنیم درسته پس باید بریم سمت خودمون نه اون سمت اوکی به این ترتیب این دوتا یک چیز رو دارم میگن اما این میگه بریم سمت راست بعد اون بیاد رد چه این یکی میگه بریم سمت چپ بهش اسم تو اون دیوار سمت چپیه یا هر چیزی که هست بزنید اون بیاد رد چه که خب این درسته راست که میریم تو مسیر تو جاده اون طرف پس بعد بریم سمت چپ چک میکنیم درسته بریم بعدی میگه که you're driving at night with your headlights on full beam شما دارید توی شب رانندگی میکنید بعد چراغاتون رو چیه چراغ بزرگه چراغ بالاست نور بالا a vehicle is overtaking you یه ماشین داره از شما سبقت میگیره when should you dip your lights که باید نورتون رو دیپ کنید یعنی نورتون رو پایین کنید ماشین میخواد از شما سبقت بگیره چون کی نورتون رو پایین بیارید sometime after the vehicle has passed you یه yeah, خورده بعد از اینکه ماشینش رد شد از ما اون وقت نور بدیم پایین یه کم تا یه خورده بهش نور بدیم چین جن... حالا که پس قد حالی هم بکنه همینجوری بی نصیب نمونه یه کم بعد از اینکه رد شد اوکی بعدی میگه که only if the other driver dips their headlights فقط اگر که اون نورش داد پایین ما میدیم پایین این نداد دیگه همینی که هست باید نور بخوره تا حالش بعدی میگه که before the vehicle starts to پیش از این که از شما سبقت بگیره شما نور رو بدیم پایین این هم که اصلا خب من اگه نور بالا رو لازم نداشتم که اصلا نمیدادمش بالا و این یکی میگه as soon as the همین که از شما رد میشه نور بدید پایین که درستش هم همینه حالا ممکنه ماشین طول بکشه ممکنه یهو وسطش بزن رو ترمز هر چیزی ما نور رو پایین نمیاریم تا اینکه رد شه وقتی رد میشه که نور ما به چراغش یا به شیشه میگم به چراغ به آینش یا به شیشاش بخواد بخوره نور میدیم پایین که دزل یا نور زده نکنه چشماش رو بعد به همین محض اینکه از ما رد میشه نه از پیشتر نه پس از اون لیتس چک چک میکنم اینم درسته بریم بعدی پرسش 29 میگه که when may you drive a motor car in this bus lane? میگه که شما که ممکنه که وسیله نقلیه موتوری رو توی این لاینی که ویژه اتوبوس و دوچرخه هستش شما ممکنه مثلا و تاکسی شما که ممکنه ماشینتون رو اینجا استفاده بکنید توی این لین outside it's hours of operation خارج از ساعت عمل کردش این خط خط اتوبوس از دوشنبه تا جمعه از ساعت فلان تا فلان اینها همه رو مشخص کرده میگه کی شما حالا میتونید این رو از این لاین استفاده کنید این یکی میگه خارج از ساعت های عمل کردش یعنی ساعتی بعد با... مثلا پس از شیشونیم این یکی میگه you may not use it at any time اصلا هیچ زمانی نمیتونید ازش استفاده کنید to get uh, to the front of a traffic queue بذاریم این رو من رو تصویرم آره بله یک لحظه از خدمت شما مرخص بشوم رفتم اوکی حالا این یکی میگه چی تو گت تو دی فرانت اف ا ترافیک کیو اوکی میگه که مثلا یه صف شده کیو هستش خطی صفه بعد شما میخواید مثلا زنگ بازی در بیاری ازشون بزنید جلو مثلا اینجا یه عالم ماشین پشت سرم تو خطه من اینجوری میفتم میندازم تو این لاینه میرم اون جلو میکشم جلوشون یه بهشونم میخندم که بله وایسین تو صف من برم جلو پس چی برای اینکه مثلا بیا بریم وسط تون از نوبت بزنیم جلو یکی میگه چی استفاده میکنیم برای چی خاطر تو overtake slow moving traffic ماشین که دارن کند میرن ماشین های کند رو, رو ازشون بتونیم سبقت بگیریم میام تو این لاین خب ماشین هایی که تو کند برن این ها دلیل نمیشه که ما بریم تو راه اوتوسا اوتوسا راه خودشون میخوان همینطور ما اگر صفی شده ما هم جز صفیم باید تو صف بمونیم پس این دوتا گزینه کلا رده بذارید من برگردم خزمت شما اینجور خیلی بهتره این دو تا گزینه بی خیال بریم اینا کی من میتونم از این لاین استفاده کنم زمانی که این ساعت ها نباشه اوکی وقتی این ساعت نباشه میتونیم ازش استفاده کنیم و هر حال خیابونه ساعت این ها هم دیگه تا... این ها هم تعطیله پس ما میتونیم از این لاین استفاده بکنیم چک میکنم میگه درسته بریم بعدی uh, پرسش سیوم other than direction indicators how can you give signals to other road users میگه بجز فلشر، چراغ راهنما هادمون ما چه جوری میتونیم به دیگر راننده ها به دیگر استفاده کننده های جاده uh, علامت بدیم با using brake lights با استفاده از چراغ های ترمزمون با using fog lights با استفاده از چراغ های مهشکنمون با using ساید با چراغ های پارکینگمون با using interior lights, با چراغ های داخل ماشین مثلا چراغ اینا رو روشن میکنیم علامت میدیم اینجوری مثلا به پشتی ها مثلا اوکی یا جلوی نه با ترمز دیگه به حال میزنیم میبیننمون دو... می که داریم مثلا کدوم سمتی میریم ترمز میزنیم میدونن که مثلا داریم سرعت کم میکنیم ولی مثلا این علامت نمیده این برای اینکه بتونیم ببینیم مثلا چراغ مهشکن رو روشن میکنیم خاطر اینکه مهه علامتی به کسی نمیدیم یا ساید لایت رو مثلا ما ماشین رو پارک میکنیم اونجا میذاریمش به این ترتیب غیر از راهنما اون چیز دیگه که باید در واقع کارش سیگنال هست علامت میده به حرف میزنه با اونای دیگه اینه ترمزه اوکی چکش میکنم اینم درسته بریم سراغ پرسش بعدیمون